اگه بخواید هارد دیسکتون رو بفروشید، باید حتما مطمئن بشید که اطلاعاتتون رو از روی هارد دیسک پاک کردید. ولی متاسفانه یا خوشبختانه باید بگم پاک کردن، فرمت کردن یا دیلیت کردن اطلاعات از روی هارد دیسک به تنهایی کافی نیست. همه اطلاعاتی که از روی هارد دیسک دیلیت بشه احتمال برگشت داره. اگه من میخوام هارد دیسکمو بفروشم، نمیخوام کسی بتونه اطلاعاتو برگردونه، پس باید کاری انجام بدم به اسم وایپ کردن یا زیرو فرمت. امروز میخوام بهتون یاد بدم چجوری هارد دیسکتون رو یا SSD یا فلشتون رو زیرو فرمت یا وایپ کنید که با خیال راحت بتونید اون رو بفروشید یا حتی به کسی واگذار بکنید که اون بخواد استفاده کنه و اون نتونه اطلاعاتی که شما روش نوشتید رو بازگردانی کنه. با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره و امروز قراره با همدیگه کار جذاب و مهم رو یاد بگیریم. اگه من میخوام لپتاپمو بفروشم، هارد دیسکمو بفروشم، فلشمو بفروشم یا به کسی بدم، واسم خیلی مهمه که اطلاعاتی که تو این مدت من روش نوشتم قابل برگشت نباشه. شما اگه یه دونه عکس یا یه سری فیلم رو روی هارد دیسک کپی کنید و بعد اونا رو پاک کنید، به وسیله نرم افزارهای ریکاوری که خیلی هم زیادن، این کار قابل برگشته و من میتونم دوباره اطلاعاتو خونی کنم. تنها حالتی که دیگه مطمئن میتونید بشید آقا اطلاعاتی که نوشتید و پاکش کردید قابل برگشت نیست، اینه که یک سری اطلاعات دیگه بیاد روی اون رو بپوشونه. خب این هارد دیسک 1 ترابایته، من اگه بخوام این کارو بکنم باید کلش رو پاک کنم، 1 ترابایت دیتا رو بشونم روش و دوباره پاک بکنم که مطمئن بشم این کار انجام نمیشه. بذارید اینو دوباره واسهتون توضیح بدم. من 5 مگ اطلاعات روی یه هارد دیسک نوشتم، حالا میخوام این اطلاعات رو پاک کنم و دیگه قابل برگشت نباشه. راهکار چیه؟ باید اونو پاک کنم، 5 مگ دیگه بیارم روی اون بشونم. حالا خب اوکی، پس این کارو میکنم. چه کاری 1 ترابایت رو بخوای فرمت کنی؟ دقت کنید، من تصمیم نمیگیرم برو این 5 مگ کجای هارد دیسک بشون، که سیستم عامل این کارو میکنه و اتفاقا سیستم عامل سعی میکنه بره جایی بشونه که اگر خواستید ریکاوری کنید بتونید برگردونید. پس شما اگر بخواید اطلاعات یه درایو جوری پاک کنید که دیگه قابل برگشت نباشه، تنها راهش اینه که کل درایو رو 1 ترابایت، 500 گیگ، 2 ترابایت، هر چقدر است، کل درایو رو اطلاعات به درد نخور روش بشونید و پاک کنید. خب کپی کردن اطلاعات به درد نخور رو پاک کردنش هم امکان داره زمان بر باشه و اینقدر اطلاعات نداریم که هر بار بشونیم. نرم افزارهای زیادی هستن توی دنیا که این کار واسه ما انجام میدن. به این کار میگیم زیرو فرمت کردن. درست یادتونه که همیشه گفتن و همیشه شنیدید که کامپیوتر از 0 و 1 تشکیل شده. ترکیب 0 و 1 ها در کنار همدیگه قراره دیتا رو تشکیل بدن. حالا اگه کل دیتایی که می نویسیم 0 باشه، میشه هیچ اطلاعاتی وجود نداره. این کاری که نرم افزارا میکنن اینه، میان روی کل دیتا، روی کل هارد دیسک شما، فلش دیسک، SSD، هر چیزی که دارید، عدد 0 رو مینویسن، به معنی اینکه آقا دیگه هیچ چیزی قابل برگشت نباشه. برای همین بهش میگن زیرو فرمت کردن. اصطلاح دیگه‌ای که توی نرم افزارها خیلی میبینید وایپ دیسک، WIPE. لغت وایپ رو نوشتن، یعنی این که آقا اگه این کارو بکنید در اصل داره زیرو فرمت میکنه و داره کاری میکنه که دیگه اطلاعات قابل برگشت نباشن. نرم افزارهای زیادی توی دنیا هستن که این کارو واسه ما انجام میدن. نرم افزاری که من امروز میخوام برم سراغش اسمش هست AOMI Partition Assistant. این لغتش هم میذاره سخت تلفظش، من رفتم چک کردم که این بار درست بگم. AOMI, AOMEI Partition Assistant. خب یه نسخه رایگان داره که میتونید از سایت بگیرید و همین کار رو براتون انجام میده. این نرم افزار خیلی حرفه‌ای، یه کار دیگه هم انجام میده، بعدم شاید سراغ اون کاراش هم بریم اگه بخوایم دیسکو تبدیل کنیم و خیلی چیزای دیگه به درد میخوره. و میتونید نسخه پولیش رو هم که خریداری بکنید یا از سایتایی که خودتون میدونید دانلودش بکنید. من از یکی از همین سایت‌ها نسخه تکنیسیانش رو دانلود کردم به صورت پورتیبل و دارم با اون نسخه کار میکنم. امکانات بیشتری داره ولی تو نسخه رایگانش هم کار وایپ دیسک رو برای شما انجام میده. میتونید نسخه رایگانش رو الان سایتش هم بهتون نشون میدم، از همونجا دانلود کنید و استفاده کنید. من واسه اینکه این هارد دیسک رو بخوام فرمت بکنم از یه داک استفاده میکنم. این یه داک هارد دیسک برند اوریکو
اوروکوه. قبلا خیلی وقت پیش توی پیج اینستاگرام هم گذاشتمش. برند اوروکوه، برند خیلی حرفه‌ای، اگه خواستید چیزی ازش بگیرید داکش خیلی به درد بخوره. نسخه که من دارم تک هارد میخوره، یه نسخه دو هارد هم داره که مزیتش اینه که میتونه دوتا رو کپی هم بکنه، یعنی میتونه اطلاعات این هارد دیسک رو هارد دیسک دومش کپی هم بکنه که من بهش کاری ندارم و نیازی ندارم. پس من از یه دونه داک استفاده میکنم، شما میتونید به هر روشی که میتونید هارد دیسکتون رو به کامپیوترتون وصل بکنید. داک که من دارم USB 3 رو هم ساپورت میکنه، میزنم به پورت USB 3 کامپیوترم که سریعتر این کار رو برام انجام بده. پس کل کاری که میخوام انجام بدم، داک و هارد وصل میکنم به کامپیوترم و میرم وایپ دیسک رو انتخاب میکنم که این کار رو انجام بده. الان بهتون نشون میدم. قبل از اینکه بریم نشونتون بدم، خوشحالم میکنید اگه همین الان این ویدیو رو لایک کنید، اگه سابسکرایب نیستید سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید و برام یه کامنت بذارید که آیا میدونستید این کار امکان پذیره یا نه، و آیا تا حالا چیزی تونو فروختید که نگران باشید که اطلاعاتتون روش بوده و میتونید از این روش از این به بعد استفاده کنید که دیگه این نگرانی رو از بین ببرید. اگه موافقید بریم با هم دیگه ببینیم. من خیلی هم دارم تونتون حرف میزنم، نمیخوام طول ویدیو زیاد بشه، بریم ببینیم چه خبره. خب همونجور که میبینید این درایو منه، این هارد دیسکیه که الان وصل کردم، 1 ترابایت فضا داره که 499 گیگش هم خالیه و اینا اطلاعاتیه که توشه. من میخوام کل این اطلاعات رو جوری پاک کنم که دیگه قابل برگشت نباشه. میام از نرم افزار ایومی استفاده میکنم. همونجور که میبینید این نرم افزارم گفتم نسخه که من دارم نسخه پولیه، شما میتونید نسخه رایگانشو از سایت diskpart.com این نرم افزار ایومی دانلود بکنید. همین نسخه فریش هم کفایت میکنه. یه نکته هم بگم، اینجا وقتی میزنید نسخه فری رو دانلود کنه بهتون میگه که یه ایمیل بدید. مهم نیست چه ایمیلی رو وارد میکنید، بعد از اینکه ایمیلتون رو وارد کردید خودش لینک دانلود رو بهتون میده، پس هر ایمیلی دلتون خواست بزنید که دیگه ایمیل تبلیغاتی هم نگیرید. اینم از این. خب من میام این درایوم رو انتخاب میکنم، نرم افزار رو باز کردم، هیچ چیز دیگه ای نداره، فقط اینجا لیست دیسکامو برام میاره. من دیسک 2 رو باید انتخاب کنم، انتخاب میکنم اینجا، این بالا گزینه وایپ دیسک داره، میبینید وایپ دیسک رو میزنم و میگه که آقا چند تا حالت میتونم این کار رو انجام بدم. نها کنید فیل سکتور ویت زیرو، میام همه سکتورها رو با زیرو پر میکنم. این امنه خب و خیلی هم سریع انجام میشه. روش دوم میگه فیل سکتور ویت رندوم دیتا، امنه و سریع انجام میشه. روش سوم دی او دیه، خب میگه خیلی امنه ولی خیلی کند، ولی کند انجام میشه. و روش آخر گوتمن که 35 بار پاس میکنه و میاد بارها این اطلاعات رو روش مینویسه، خیلی امنه و خیلی اسلوه. دیگه شما باید انتخاب بکنید که کدوم روش رو میخواید. اگه حالا ببین دیگه امنیت ها، اینا هم وقتی میاد با صفر مینویسه امن هستش، ولی تو این موارد دیگه خیلی امنیت بالاتره و شما مثلا یه دیسکی داری که به هیچ عنوان نباید اطلاعاتش قابل برگشت باشه، چون بالاخره وقتی با این روش ها هم می نویسی شما شاید یه چیزایی قابل برگشت باشه. توی این روش ها 35 بار این کار رو انجام میده، می نویسه پاک میکنه، می نویسه پاک میکنه، می نویسه پاک میکنه که دیگه خیالمون راحت بشه به هیچ عنوان دست پنتاگون هم بیفته نتونه این رو برگردونه. روشی که دلتون میخواد رو انتخاب میکنید و میزنید بره. من این روش فیل ویت رندوم دیتا رو میزنم که ببینم حدودا چقدر زمان میبره و اگه شد زمانش رو هم بعدم توی فیلم واسهتون مینویسم که چه مقدار زمان برده. پس این روش رو انتخاب میکنم، بازم میگم هارد من 1 ترابایته. واسه اینکه مطمئن بشید یه وقت خرابکاری نکنید، حتما هارد دیسکای دیگه تون رو جدا بکنید، هیچ فلش یا هارد دیسک دیگه ای نباشه. بعد بیایید از داخل دیسک منیجمنت مطمئن بشید که دیسک درست رو انتخاب کردید، یهو اشتباهی چیزی رو انتخاب نکنید، پاک کنید بعد من فوش بخورم. ها ببینید من اینجا هارد دیسکمو میارم نشونتون میدم، این درایو است که میخوام پاک کنم، دیسک 2 931 گیگابایت قشنگ مشخصه، انتخابمو کردم و اوکی رو میزنم. خب همونجا که میبینید آن الوکیتدش کرد. حالا من اینجا باید بیام اپلای بزنم بگم میخوام این کار انجام بشه یا نه. بعد این بغل ببینید روی این اگه بزنم میگه که آقا چی کارا قراره انجام بده. قراره اول دیلیت پارتیشن انجام بده. اوکی میگم اپلای کن و توضیح میده، میگه آقا هارد دیسک شماره 2 رو یک بار قراره برم این 900 خورده ای رو پاک بکنم، این کار انجام میشه، برم انجام بدم. میگم بله پروسید کن. و میگه مطمئنی میخوای شروع کنی؟ میگم بله. رفت شروع بکنه به این کار رو انجام دادن. خب من فیلمو قطع میکنم، همونجوری که میبینید اینجا داره نشون میده که آقا
چه مقدار رفت شروع کرد نوشتن بسته به حجم هارد دیسکتون و اینکه شما به چه پورتی وصل کردید متفاوته، ولی یه حدودی هم من تایمر میندازم ببینم که چقدر برای من این کار طول میکشه. حدوداً 2 دقیقه گذشته و تا حالا 1%، یعنی حدود 13 گیگابایت رو رفته شروع کرده روش نوشتن و پاک کرده. همونجوری که دیدید 4 مدل داره که بر اساس اینکه شما چقدر امنیت واسه مهمتره میتونید یکی از این موارد رو انتخاب کنید. حتی مورد اولش هم به اندازه کافی امن هستش و خیلی از نرم افزارهای دیگه فقط همون مورد اول رو دارن. حالا این نرم افزار چون خیلی حرفه‌ای‌تره بقیه موارد رو داره و شکل‌های مختلف رو به شما میده بر اساس امنیتتون، بر اساس اینکه چقدر حجم اون درایو زیاده و کمه و زمان دارید میتونید انتخاب کنید. از این به بعد اگه خواستید مموریتون رو بفروشید یا به کسی بدید، خواستید هارد دیسکتون رو بفروشید، لپتاپتون رو بفروشید، لپتاپ خیلی مهمه، خیلی ها همه زندگیشون رو لپتاپشون کار کردن بعد میان میفروشنش و بعد میبینن که یه سری اطلاعات لو رفته، حتما قبلش این نرم افزار رو دانلود کنید، نصب کنید، یه روز به خودتون زمان بدید که این کار رو انجام بدید و بعدش بدید اون رو به کسی که میخواید براش بهش بفروشید یا هر چیز دیگری. اگه از این سبک محتوا دوست دارید حتما برای من کامنت بذارید که چه چیزای دیگری به دردتون میخوره براتون درست کنم. بازم گفتم خیلی از چیزایی که میگید و من میخونم و میذارم توی لیست که هر زمان پیش بیاد براتون درست بکنم، ولی حتما توی کامنت نمیستید. خیلی از چیزها رو شاید ایده نداشته باشم و ایدهش رو شما بدید و ویدیو خیلی خوبی هم از آب در بیاد. سعی میکنم که محتواشو براتون تولید بکنم. من اردشیر کابینی هستم. لایک، کامنت، سابسکرایب، اینا یادتون نره. من اردشیر کابینی هستم. اینجا چهارراه کامپیوتره. فعلا خدا نگهدار.